منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ و ما لکم الا تاکلوا، چی چیز مانع است ای مؤمنان اینکه بخورین؟ مما ذکر اسم الله علیه، از آنچه که یاد الله، نام الله به ذبح او شده. و قد فصل لکم و قد بین لکم الله، بدون شک بیان کرده الله به شما ما حرمه علیکم. دیدین فصل لکم گفت، فاعل فصل را معلوم کرد الله. ما حرم، ما موصوله هست، حرم صله هست. الصله لا تكون الا جمله لا ترتبط بما قبله الا بعائد، لذا ما حرمه الله. عزیز دلم شمرم تطبیقش کن، ما حرمه علیکم فیجب علیکم ترکه، مقدر است، پس لازم بر شماست که حرام ترک کنین. الا ما اضطررتم، مگر مجبور سازد ضرورت به شما. الضرورت تبیح المحظورات، ضرورت معامله با حد و محظورات. اینجا یک رمز است، یعنی وقتی از گرسنگی میمری، مگر گوشت خنزیر حلال شده یا معامله مباح است؟ معامله را گفته مباح است. قلب حقیقت گفتنی یک چیز در نزد اصولین است. و این کثیرا یضلون بأهوائهم، بسا مشرکانا لیضلون بأهوائهم بغیر علم، بسیار از مشرکان لیبعیدون اتباعهم عن الحق، دور میکنن پیروانشان را از حق. بسبب آرائهم الفاسده، آرائهم الفاسده، بسبب آرائ فاسدشان، جهلا منهم بغیر علم، از خاطر جهلشان. حیث یحلون ما حرم الله، خود مرده را چی میگن؟ میگه خود الله حلال کرده به ما حلال است. و یحرمون ما احل الله، این یک وظیفه است. لج ما طرفته گوره، قرآن چی یک کتابی است؟ مشرکان عصر رسالت بر علی حکم الله به اتباع خود حکم میکشند. مالک مرده ذبح نشده، با دسیسه و پیروانشان میگن این صحابه کساین، مذبوحه خود میخورن، مذبوحه الله را نمیخورن، بخورین میگن. حرام الله را چی میگن؟ صدایت بلند بکش، صدایت. و بحیره، سایبه، هم وسیله، این شترانی را که الله به دنیا حلال کرده با نظر بتها گی به مرد و زن، گی تنها به زن، چی میدانن؟ صدایت بکش. حرام تا این دم، تا این دم دنیای بشر، قواعد مجامع غرب، تا این امروز بگو که در هر شعارشان تحریم حلال و تحلیل حرام است نیست. با یک حرفی که زن و مرد مساویان، با یک جمله دموکراسی، با یک جمله دستاورد و این و آن، ده ها حکم حلال حرام، حرام حلال میکنند. اینا فرزندان صدیق آبایشان هستند، اما مسلمانان با ایشان دست پیشک میکنند. دست پیشک کی میکنند؟ مبتدعین هر دور، مبتدعین هر دور دست پیشک میکنند. بانی بدعات در طول تاریخ امین است. چی یک رمز است، چی یک رمز است بلیازش. حرام الله را حلال بگو، حلال الله را چی بگو؟ حرام. من گفتم همان طوری که حلال الله را حرام دانستن جرم سنگین است. حلال الله را چی جرم سنگین است؟ حرام. حرام الله، حلال الله را که حرام سنگین است، حرام الله را حلال سنگین، حلال الله را حرام سنگین، اردوش سنگین است. تو خوش شارع نیستی عزیز دلم. یک نظام اصل خروج، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، رب تو دانا است و کسایی که رایابن. عزیز دلم و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، و ذرو ظاهر الاسم و باطنه. امو شرح جامی چی زنجانی کدام چیز میگه که مازش کشتن میگنی؟
و اما تو ماضیه کی ذراذرو اترکو ایوه الناس اترکو ایوه الناس مخاطب معنا کرد چی را ترک کنین ظاهر الاسم و باطنه یعنی ترک کنین المعاصیه فی العلانیه و سری گنار علنی و خفی ترکش کنین معموریت شما ترک گناه است این الذین یکسبون الاسم آنانی که بدون شک انجام میدهند گناه را سیجزون بما کانوا یقترفون زود است که جزا داده میشوند در برابر آنچه که انجام میدادند در دنیا در برابر آنچه که در دنیا انجام میدادند ایشان در چی میشن جزا داده میش جناب سعدی میگه و قد فصل لکم ما حرم علیکم آیت یک اصل به ما یاد داد الاصل فی الاشیاء والاطعمه الاباحه بایر گفتم در دوره حدیث تخصص میخوانی قید کردیم الاصل فی الاطعمه الاباحه اصل در خوردنی ها چیست حلال مگر صاحب شریعت به ما چی گفته باشه حرام اصل با ساز و برگ دار از این خاطر دلیل گرفت و این کثیرا جناب حافظ ابن تیمیه عجیب جمله داره ناگزیر هستم که جمله حافظ ابن تیمیه را با شما بیان کنم من اتبع ذوقا من اتبع ذوقا بغیر هدم من الله کسی که یک ذوق و سلیقه را دنبال میکنه هدایت از جانب الله نداره سواء کان ذلك ان حب او بغض برابر است که دوستی شمی امی ذوق بی داده به کسی یا بغضش دار مثل بریلوی حضرات ذوق خود در حب اولیا مصرف کرده اند ذوق خود در بغض مخالفشان فلیس لأحد ان یتبع ما یحبه هیچ کسی را اجازه نیست که به ذوق او برود هیچ کسی را اجازه نیست که به ذوق او برود او را دین انتخاب کند او را چی کنه؟ دین کسی قبول کرد خوب نکد ردش کنه مگر به هدایت الله مگر او ذوق مطابق هدایت کی باشه؟ الله سبحان الله این جملات عجیبی است دین عصر امروزی به ذوق خودش است مخالف ذوقش مخالف دینش است موافق ذوقش موافق دینش است با یک صدا بگو هست نیست صدای تو بکش هست نیست اینمی آیت چی گفت؟ گفت که و این کثیرا لیضلون بی اهوائهم بسا پیروانشان گمراه کردن به ذوقشان به خواهششان لیکن بغیر علم علم و هدایت از جانب الله نبوده است اینمی خرابی از اینجاست ابن عطیه هم جمله دارد میگه الله رب العزه گمراهیشان به قبیح‌ترین صورت بیان کرد و انه بالحواله بالنظر والتامل و انه بالحواله بالنظر والتامل و ان كثيرا بسیار از مشرکین لیضلون گمراه میکنن پیروان خود را بی اهوائهم به هوا و خواهششان نه با فکر و منطق نه با دلیل و استدلال تا بروز قیامت این سلسله ادامه خواهد داشت که ملتاره من و شما روز 5 ساعت با فکر و دلیل مصروفیم یک آدمی که الحمد نمیفهمه به هوای خود ترم رد میکنم مرم رد میکنه به ایمان بگو اصل نیست این مصیبت است مصیبت بسیار کلام مصیبت است این رمز قرآن دانی به پیش ما سال به سال به بلا سنگین میشه به خالقت قسم نکته را حال فکرم میرسه در 26 سال از غزنی شب تیر شدیم این رقم است این یک بحث عجیب بوده ای این فقط کمک الله در کار است دیگه چیز در کار نیست کمک الله رب العزه در کار است ای مخاطبم ای انسان و جن
پالوی تا نگاه نکو دمو پالوگکت شیشتگیس عزیز دلم. او انسان و جن نه شیطان انسی تا میپذیرم نه جینی تا، نه جاسوس انسی تا میپذیرم نه جینی تا. به این حلقه که آمدی صاف سیده برمیگردی، صاف سیده برمیگرد. یک عالم گفته بوده که به حلقه من کسی آمد مجتهد نشد، میگم بچه مرد است. ما میگم میره بیاری پروردگار، کار از توان بالا نمیگم. کسی که به حلقه محمد عبدالقاهر می آیا بیاری پروردگار، ثم بیاری خالق زمین و آسمان، به فکر انصاف می آیا انشاءالله می آیا نمی آیا. آب و هوا و خیار و فضایی را که داشتی بیاری پروردگار در مزبله پرتابش کن، دیگه امرای از او جایی نرم، او به تو در خور مشکل زندگی تو نیست. لذا به نکات ارزشمند قرآن نگاه کن عزیز دلم. جناب ابن عطیه میگه گمراهی را خو بیان داد قرآن، لیکن به قبیح‌ترین صورت. یک آدم زحمت کنه، فکر کنه، تلاش کنه، مگر به هدف نرسه، گمراه است. یک آدم دیگه دنبال هوا رفت، سیره به گمراهی، به قبیح‌ترین صورت. الله رب العزه رحم. در وطنهای ما برنده است. 7 سال عمر دارم، والدم مادر جان همه زنده ان. همسایه برنده داره، باز اگر دیده باشه دستک از چی ستون از برنده بالا که سرتاق است، او یک سراخ داره، با این ستون خرد کرده میره برابر یک دسته بیل، بازی را دو بالا میزنه که گیر میکنه. یاد تا نامه صدای تا بکر یادم هم نمیره. گلامت بای نجار نام داره، یکی این ستون او رقمی بکرد کواب برآمد، هیچ الهیش. یک ستون زیبا از چوب ارچه بود، حیران شد که تلگتش او سوزد، گفت که والا خانه والا خراب شد، این حیف شد. وقتی که او سو انداخت، مگفتم کاکا یک پیشنهاد دارم، والدم نشسته بود، گفت بگو. مگفتم امو قدر دسته بلگونه جدا جور کو، در بین ازی تو بکو جور میش. پس آورد به پدرم گفت ای بچه تو یک چیزی میش، فکر ازی صحیح است. یعنی او گمراه را من با فکر پس آوردم برا. الله رب العزه رحم کنه، الله رحم کنه. سر از یک کمی بیاندیشین بی احوائهم، یعنی خواهش در دنیای امروز، سلیقه و ذوق در دنیای امروز، دیدن دین ارزشمندترین چیز پیشش است. اگر دین به همی دیدن یزی به همی هوایش موافق بود خوب، اگر نبود نمیپذیره، تو را یک چلت تاپا میزنم. اما قرآنی را وسیله گمراهی معرفی میکن. وذروا ظاهر الاثم، جناب سعدی می فرماید ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهر والباطن، ولا يتم للعبد تمام نمی شود به هیچ بنده، ترك المعاصي الظاهر والباطن، گناه ظاهر و باطن باید ترک کنه، الا بعد معرفتها والبحث عنها، مگر بشناسد و جستجو کند. جستجو بس، سبحان الله. آن قدر زیبا سر ازی اشاره کرده، لج ما طرف تا گوره. قرآن به من و تو امر داد که گناه ظاهر و باطن چی کن، صدای تا بکش چی کن، تا که ما نشناسیم که در ظاهر چی گناست، در باطن چی گناست. به ایمان بگو چی کار کنیم؟ هیچ. تا زمانی که گناه ظاهر و باطن نشناسیم ما نمیتانیم که ترکش کنیم. معرفت گناه ظاهر در اندام توست، گناه باطن در دل توست. در دل چیست؟ گهی در یک گوشه دلت کبر پندیده مانند فیلمار، گهی در یک گوشه دلت عجب و خودبینی است، گهی در یک گوشه دلت ریا است، در گوشه دیگرش حب دنیا و ثروت است، در گوشه دیگرش به پیروزی مسلمان خفه شدن است، در گوشه دیگرش به سعادت یک مدرس یک تحقیق علمیش خفه شدن است، به شکست مسلمان بیمار شدن مدرس رقیب بود خوش شدن است. امیا کاملا گناه درون دل است، صدای تبکش گناه درون چی؟ دل. و درو ظاهر الاثم ایره، معمولیت ترکش داره. چرا اونجا فیلم رو باره خدا پندانده گشتی؟
کل یزو را در اوجه جمع کردی، خود تو معمولیت جمع کردن نداشتی. و درو و درو امر است، اگر مازش کشتن امرش خواست، چرا تو به امر یزو گناه را نمیکشی که در اوجه جای داده به دیگه صداقت آمدن جای نمانده؟ ما خود این نمیفهمم که دمی بیماری های درون دل بگو که کل ما و شما غرق هستیم یا نیستیم. چی وقت پاک میشی؟ چی وقت وقتش به ما بگو تا بکی. هر کسی وای را بعد گفت به ضرر توس نیم باز املک و سرش. الله رب العالمین رحم بفرماید. بیاین یک کمک شما را به تخصص و به معیار ببرم. امام ابو العالیه، امام مجاهد رحمت الله علیه، امام قتاده، امام عطا ابن ابی رباح، این شخصیت های برجسته مجتهد امت رحمت الله علیهم و رحمتا واسعه، ابن الانباری و زجاج، اترک المعصیه کلها ظاهرها و باطنها، این امر به عمومیتش باقیست، به اطلاقش باقیست، تمام گناه چی در ظاهر باشن، چی در باطن باشن، چی ظاهری شاهی باشن، چی دوران داودی ماستر پلانی باشن، به نامش آنچه گناه است، گناه را در ظاهر و باطن مأموریت من و شما عمل کردنش نیست. امر مطلق برای فرضیت است عزیز دلم. دوم جناب علامه سدی می فرماید مراد از ظاهر زنا است علنا، مراد از باطن دوستی پنهانی است. مشرکان گهی گهی زنای علنی را حرام اما یارانه و دوستانه را جایز می گفتن برای بطلان رسم جاهلیت. قرآن فرمود که وذروا ظاهر الاثم و باطنه، هم دوستی علنی ممنوع است هم باطنی. اما چی میگن؟ عشق پاک است. شب تا صبح به تلفن مصروف است، مسیج بازی شروست، خوشگذرانی شروست، عشق پاک است. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، نمتخذات اخوان باشنو. ابن جبیر می فرماید ظاهر آنچه الله بر تحریم او سراحت کرده، حرمت علیکم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، باطنش زناست. چهارم ابن زید می فرماید کشیدن لباس در طواف برهنه علنا گناه ظاهر است و باطنش همانا زنا است. و گفته شده که ظاهر عمل اندام انسان است، باطن عمل قلب انسان است. گفته شده ظاهر شراب است، باطنش آنچه که نبیز بود نزدیک به شراب. این معانی است تا اینجا معیاری است. دوی اخیرش قائل ندارد. باقی معیاری تفسیر کردم. تخصصی اگر میخواهی ملت ها به حلقه واحده آیند و همه مدارس حلقه وحدت باشند، از کل حلقه های تفسیر یک صدا بلند شود، یک صدا که تا ملت دچار مشکل نشود. جناب امام ابو حیان، یک ابو حیان ظاهری که دانشمند قرآن است، ابن کثیر شافعی دانشمند قرآن است، امام قرطبی مالکی نیز از دانشمندان قرآنن و از داشته های منابع امام ابی حنیفه، احمد ابن حنبل، شخصت های مهم گفتن. و یکی از عبارات ابو حیان میگم کل هذه الاقوال تخصیصات لا دلیل علیها، هر کسی که خاص معنا کرده تخصیص بلا دلیل است. قانون در عمومیت قرآن و سنت است که آیت و حدیث را هیچ کسی تخصیص داده نمیتانه تا که شریعت قرآن حدیث خودش تخصیص نداده باشد. تخصیصات ایج دلیل ندارد. ظاهر العموم. اولین توجیه که ابو العالیه مجاهد قتاده عطا رحمت الله علیهم این قول راجع است بعد از دراست مقارنت، عبارت جنابشان امی بود عموم در کل معاصیست، از شرک شروع میکنیم تا هرچی که هست و در این عموم داخل می شود کلگی توجیهات. حافظ ابن کثیر می فرماید
والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله. صحيح الفاظ ترجيح است از نظر تخصصي، صحيح الفاظ ترجيح است عام است در كل این گناه. امام قرطبی رحمت الله علیه می فرماید که در اینجا اقوال کثیره است، بعد از آن اقوال که گفته می رود عزیز دلم، باز می فرماید که تفسیر جامع لکل اسم و موجب کل امر، یعنی کل گناه را شامل است، کل گناه ام تخصصی شد ام چی شد عزیز دلم، معیاری شد. امیدوار استم گرفته باش و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، از شرک و کفر و نفاق، از حسد و کینه و بغض و عداوت، با تمام معاصی ظاهری یک سر به نظام الله ممنوع است. حال مقایسه دنیای دشمن چی میگه؟ هر نوع گناه آزاد است، آزادی بیان و عقیده و عمل، از تعرض مسئون است. تلفظش هم صحیح نیست، مسئون. اجوف واوی را اینا بیچارگکا میفهمین محموز میخوانن، محموز. مسئون است، مسئون. این غلط، مسئون نیست. و ذرو ظاهر الاسم و باطن و لا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله علیه، نخورین آن چی رکید نام الله و او گرفته نشده، ذبح غیر الله، نذر غیر الله، و انه لفسق، خوردنش فسق است، و ان الشیاطین لیوحون، شیاطین انسی وسوسه میکنند، الی اولیایهم با اولیایشان، وسوسه ایست که مسلمان ها ذبح خود میخورند، ذبح الله را نمیخورند، لیجادلوکم، تا با شما مجادله کنند، تا با شما چی کنه عزیز دلم؟ مجادله کنه. هزاران افسوس، الله رحم کنه، مجادله کنه با شما. و این اطعتموهم، اگر شما ای مسلمانان در القای شبهه اتباع مشرکین در انجام دادین، خود مرده را استفاده کردین، خوردین، اینکم لمشرکون، شما هم مشرکین میشوین، شما هم مانند ایشان در شرک یکسان میشوین. این بود آیت. امام قرطبی که در فقه قرآن دست بلند دارد میفرماید، آیت به ما نشان داد من استحل شیئا مما حرمه الله صار مشرکا، هر کسی که حلال بداند آنچه را الله حرام اعلان کرده او مشرک است. چرا؟ قرآن در اینجا گفت آنچه که به نام الله ذبح نشده او حرام است، تناولش فسق است، و مشرکان وسوسه انداختن که نه این حلال است، ذبح خود صحابه میخور از دیگه کسی نه. قرآن در ادامه گفت اگر در این عقیده تابع مشرکان شوین اینکم لمشرکون، شما هم چی میشه؟ مشرک. از این خاطر جمله شمیس من استحل شیئا مما حرمه الله، کسی که حلال میدانه حرام حلال سار مشرکن. لج ما طرف تا گوره، همین اکنون، همین اکنون در گوشی از گوشه های دنیا خود مرده و به ذبح قصدی را کسی حلال عقیده کند چی می شود؟ کافر می شود، کافر، مشرک می شود. بعد از آن عزیز دلم قاضی ابوبکر ابن العربی می فرماید انما یکون المؤمن بطاعت المشرک مشرکن اذا اطاعه فی الاعتقاد و الا فهو عاصی. این جمله را روشن کرد قاضی ابوبکر مفتی اعظم جهان، در فقه قرآن احکام القرآن دارد. ویشان می فرماید کسی که مشرک را در عقیده اعتقاد چی کنه؟ بگو اطاعت کنه کافر می شود، در غیر آن فاسق می شود. چنانچه و من یتوله منکم را گفته بودم یادتان باشه. خلاصه اطاعت از کفار در عقیده کفر است. مذبوحه را اشاره می کنیم، مذبوحه اهل کتاب. این آیت به او آیتی و طعام الذین اوتوا الکتاب کما کتاب روزدار ظاهرا، اینجا گفت در کجایی که
نام الله گرفتن نمی شود. شما کاملا او رو نمی خورین. اهل کتاب میگه مذبوحیشان حلال است. ابن جریر و ابن کثیر می فرماید اهل علم اختلاف دارند در نسخه یا غیر نسخه. عامه اهل علم عدم نسخه قول می کنند. به این معناست یهود نصارا مذبوحیش وقت حلال است که بسم الله بگویند، هیچ مشکلی به این است. بسم الله از مسلمان نعم ترک شوه قصدن خراب است از مام. هدایه میگه والمسلم والکتابی فیه سواهن. برادران ما را گیله دارم، گیله برادران ما که میگم شما میفهمید. در کجایی که در افغانستان میبینی برادرانی که پایبند یک مجتهد نیستن، مرغ رانی که در دنیاست دلنجه دلنجه میزنن به ظاهر و بگو و تعام الذین اوتوا الکتاب، در حالی که تعیین مراد قرآن با توفیق ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. آنانی که الفقها اعلموا بمعانی الحدیث، بمعانی القرآن، به معنای قرآن و حدیث میدانند، هر دو را جمع کرده اند، متروک التسمیه عمدن، هم از یهود هم از نصارا هم از مسلمان، از شیخ الحدیث باشه هم درست نیست. بس نیسیان و اجتهاد مختلف مجتهدین با هم فرق دارد عزیز دلم. او من کان میتا فاحیینا هل یستوی الذی کان قبل هدایت الله له میتا، آیا کسی که قبل از ایمان مرده بود لو کفر بود، جهل بود، معاصی بود، فا احییناه به هدایته، پس الله میگه او را زنده کردیم، هدایت به ایمان دادیم، به علم دادیم، به طاعت دادیم. و با آن هم کتی کسی که هنوز در کفر است، هنوز در جهل است، هنوز در معاصی است، قدرت بر آمدن ندارد، آیا هر دو با هم یکسانند؟ او من کان میتا، آیا کسی کافر بود فاحییناه، با ایمان و علم و طاعت زنده کردیم، وجعلنا له نورا، نور ایمان و قرآن دادیم، یمشی بهی فی الناس، در میان مردم میگردند، دعوت میکنند، با نورشان دیگران استفاده میگیرند. کما مثله، آیا اسمانند کسی که فی الظلمات، در تاریکی های کفر و شرک و جهل معصیت قرار دارد، لیس بخارج منها، قدرت بر آمدن ندارد، آیا این دو برابرند؟ نه خیر. کذلک زوین للکافرین ما کانوا یعملون، امی رقم زینت داده شدند با کافران آنچه را بودن عمل میکردند. انظروا الی دقیقتن حتى انظر الى الصفوف الاخره گزینه در فن موازنه، هم در علوم قرآن، هم در تفسیر، هم در حدیث، یک پروژکتور باش، مجلس عالمی باش، ویدیو کنفرانس باش، بعد از آن نوشته کنیم کسی که کافر بود مرتکب کل جرائم، به نور ایمان آمد، کفر رها کرد، گناه رها کرد، شرک رها کرد، جهل رها کرد، به نور علم قرآن مشرف شد، در میان ملت که راه می رود هزاران انسان از گام او هدایتمند می شود. این یک طرف می مانیم، آن که در کفر خود باقی است، در جهل خود باقی است، با معصیت و خوشگذرانی باقی است، در میان جامعه که می رود هر گامش به سوی گناس، دنبالش مجرمین است، میان این دو با عقل سلیم فیصله می کنیم، آیا میان این دو مساوات هست؟ صدایتان می شنوم نه، کفر و جهل و معصیت مرده ان، آن که ایمان توحید طاعت دارن زنده ان، هیچ منطق میان زنده مرده مساوات قائل نیست. چی که در میان مرده و زنده حقیقی مساوات نیست، در حکمیش که مسئله کفر و ایمان، جهل و علم است، نیز مساوات نیست. از این خاطر ای فرمان قرآن ده به نام موازنه، بگی موازنه با عنوان یک پرسش و جواب است. و کذلک جعلنا، سبحان الله، باز هم مشبه بهی را پیدا کو،
ومثل ما حصل من اکابر المشرکین فی مکه، مانند آنچه حاصل شد از مشرکان در مکه معظمه. من چی بود و دوجه پیداشت که ملع صحابه را براه الله نماندن؟ اینمی رقم وضعیت است که جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیها، گردانیدیم در هر قریه رؤساء و عظماء، کلانانشان را که یعملون حیلهم و کیدهم، انجام میدهن حیله و کیدشان را در دعوت به سوی سبیل شیطان، در محاربه به رسول و پیروانی او. در واقع مکر و کیدشان به ضرر خودشان است. الله می فرماید که دگردانید مکابر مجرمی ها، کلان قریه مجرمی قریه، لیم کروفیا، تا کید کنند در برابر دعوت به سوی دینی الله. و ما یم کرون الا بی انفسهم و ما یشعرون، مکرشان بگر به ضرر خودشان است اما نمی دانند. لج ما طرف تگور فارسی پشتو را نفهمیدی، به من نگاه، به خاطر ازی که من بفهم دقیقاً کی متوجه هست. قاعدتم من القواعد القرآنیه، به پیامبرم تسلیت میدهم، از مخالفت مشرکین مرنج، پدیدی نو نیست. در امتداد کهن تاریخ هر نبی که بلند شده، پیسدار و ثروتمند و عریف قوم جبهه ساخته، ولی پیامد منفی کار به ضرر خودش بوده و این فرمول تا قرب قیامت ادامه دارد. ما یک جمله دارم، استثنای مدارم، در طول تاریخ مؤسس و بانی جرم و جنایت در یک قبیله پیسدار و قدرتمند بوده، دو گروه پیسدار و قدرتمند. و امروز از شما پرسان میکنم، در جامعه افغانستان بانک سود یک بانک جرم است، بگو که تأسیس زیر دهی سرزمین با اخذ جوازش پیسدار میکنه یا غلطکدار؟ مجسمه هایی که دهی سرزمین در مارکت هاست ایره پیسدار آورده، غلطکدار. مجسمه هایی که در چوک ها به حیث نما و زینت جاده هاست ایره پیسدار بنا کرده یا غلطکدار؟ و عیش و عشرت، مواد مشروب، کانتینر چلفوته خمر و گوشت خنزیر از آدرس پیسدار می آید یا از دیگران؟ لباس های برهنه و جالی، نیمقوله و بیپرده از آدرس پول پیسدار وارد وطن می شه یا از پیسه غلطک؟ پس از این جاست از ما نرنجن. و وقتی که عروس از کانادا آوردمش 120 نفر به تیاره با خود میبرند و این مصرف رفت و آمد، 3 روز هتل کرایش، قالینچه توفیش، این مفاسد از آدرس ثروتمند است یا مستمند؟ پس بدون شک فرمول باید دیده شود، فرمول دیده شود، ولی از ما با خوبان کاری نیست. او کی است؟ همچو ابو بکر و عثمان، عثمانی که چند صد شتر، 1900 شتر به مجاهدین میدهد، این از آدرس پیسه است. ثروتمندان تاریخ امام ابی حنیفه رحمت الله علیه، مانند آن ملتای خیر امروز که به شما شاگردای عزیز افتخارانه از مال و جان همه چیز در خدمتتان دریغ نمیورزند، اینم از آدرس پیسه دار است، ولی از ما با خوبان کاری نیست. ساختن مساجد و مدارس قشنگ افغانستان نیز از آدرس پیسه دار است. اول حرفم را بشنو بعدن فیصله کن. پیسه دار خوب خوب است، غیرش غیر است. سیکو که قرآن به ما چی گفت؟ گفت اکابر مجرمی ها، ولی کلمه کل ندارد، رمز قرآنی است. تمام سران دنیا را مجرم عنوان نکرد، بلکه اکابر مجرمی ها. الله رحم کنه، من دیگر گفتنی ندارم. و اذا جاءتهم آیه، زمانی که آمد کفار را یک آیت از آیاتی که معجزه رسول گرامی بوده، قالو گفتن لن نومین، هرگز ایمان نمیاریم به این معجزه، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، تا آورده شویم آنچه که به انبیا داده شده بود.
الله میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله دانا است که در کجا رسالت را بیاورد، در دلی کی بیاندازد. جا سال اینجاست، انبیاء سابقه که معجزه آوردن امور که قبول کردن که از بطور آوان کرده شود. ان الذي سيصيب الذين اجرموا زود است که میرسد مجرمان تاریخ را. چی میرسد؟ صغار هوان ذلت خاری عند الله، در نزد الله رب العزه، عند الله در نزد کی؟ الله. وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، عذاب شدید در برابر آنچه که مکر در برابر قرآن و حدیث می کردن. عزیز دلم، و ما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها، ملتایی که در هر جای بودن متنعیم اعتراض کردن، نحن اکثر اموالا و اولادا، ما خو مال و اولاد زیاد داریم، ما خو عذاب نمی شویم. فمن یرید الله، کسی را الله اراده کند، ای یهدیه ای یوفقه، که توفیق دهد. چه رقم توفیق؟ الى الهدایه، به هدایت الله. یشرح صدره، یفسح صدره، بزرگ می سازد سینه او را. و یهیئه لقبول الاسلام، او را به قبول اسلام آماده می کنه. و من یرید ان یضله، کسی را که الله اراده می کنه خار رسوا شود، توفیق ایمان داده نشود. یجعل صدره ضیقا، سینه اش را تنگ می گرداند شدیدا، از قبول حق، از چی تنگ می کند؟ ضیقا حرجا معنا کردم، ضیقا تنگ، حرجا شدید الضیق، خوب درست تنگ، درست معنا کو عزیز دلم کلمه را. ضیقا چی معنا؟ تنگ. حرجا چی معنا؟ شدید تنگ، از قبول حق. بعیس یمتنع دخول الحق الى قلبه، اینجا تشبیه هست محذوف دارد، داخل شدن حق در دلش چنان سنگین است، کم امتناع ارتقایه للسما، مثلی که به آسمان بلند شود، از او بذات عاجز است. مانندی که انما یسعد فی السما، گویایی که بلا واسطه در آسمان بلند می شود. بعضی ها یک تفسیر کرده اند، میگه در فضا بالا میشی اکسیژن قطع میشه، میگه قرآنی را وقت گزارش داده که انما یسعد فی السما، این تفسیر معیاری نیست عزیزی دلم، زیرا مشبه و مشبه بهی را پیدا بلند شدن در آسمان بی زینه و تیاره، بلند شدن در آسمان تر مکلفیت داده شود، ممتنع است یا ممکن؟ صدایت بلند امتناع منطقی نه، رسول گرامی رفته، امتناع عادی هست. بعد این مشبهی است، وقتی که گمراه میش از قبول حق آنقدر مشکل دارد، داخل شدن حق در دلش آنقدر مشکل است، گویا که به آسمان بلند شدنش مشکل است. این وجه شبه است، امتناع وجه شبه است. در میان مشبه و مشبه بهی صدای گیرا و شیوایت میشنوم، در جامعه من و تو، آیا در فرق اسلامی من و تو، در میان جنجال های فکری هست کسایی که در دلش حب سنت و حق آنقدر ممتنع است، گویا که در فضا بلند می شود؟ به ایمان بگو اصل نیست، الله رحم کند. کذلک یجعل الله، سبحان الله، کما جعل الله حال الضال بهذا الحال، چنانچه الله حال گمراه را به این وضعیت گفت، عین شکل. یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، الله گردانیده است عذاب را علی الذین لا یؤمنون، بالای آنانی که ایمان ندارن. اینجا رجس به معنای عذاب است عزیز دلم، اینجا رجس به معنای چیست؟ عذاب.
و هذا صراط ربک مستقیما. این دینی که مشروع شده به تو ای رسول گرامی محذوفش امین است. و هذا الدین الذی شرعناه لک ایها الرسول، دینی که به تو مشروع کردم هو صراط الله المستقیم، صراط مستقیم الله است. الذي لا اعوجاج فيه كج ندارت قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. بار بار تفصیل کردیم آیات خود را به ملتی که چی میگیرن عزیز دلم، لمن له وعی و فهم یعی به عن الله، هم ظرف دارد هم میگیرد از الله رب العزه، به هر کسم نیست، ظرفا گنجایش ندارد. سبحان الله. ای سبته را میشناسین؟ به من نگو سبته را که میشناسین؟ سبته اوهو کارا که در بین قنار پر میکن، قنارا که میشناسین؟ کلی ازی قنار میگن ما و اما اندرابی ها بورا چی میگن؟ سبته. باز دو تا آدمی خوب تیار میکنه، یک سبته 500، با صاحب دو نفره اینا تخته میکنه، هم کتی لگت هم کتی دست، یک جای میشه از میان سبته دو تا میشه. خود ظرفیت شنه باره اون قدر بود دیگه. حال مشکل در کجاست؟ دلها عوام کو دل می طلبه، عوام که دل می طلبه، دل عوام همی تو تپش داره میتونه بطه میگه بطه چی رو بطه؟ دین 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 میگه، اما دهقان غلط در زمین دل عوام تریاب کشت کرده. ای بیچارگه که در زمینش ششاش کشت کرده، به جایی که گندم و شاله کشت میکن نان و برنج طالب العلم به دست میامد. طالب العلم در ایام رخصتی لباس دهقان در جانش در شیر جمع کردن تریاب مصروف است. یا الهی این چی حال است؟ این چی شور است که در این دور قمر میبینیم؟ چی وضعیت است؟ عجیب نظام است. در یک مسجد نماز خواندم، یعنی دیوار مسجد چرس است، انقدر بلند. در داخل مسجد از بوی چرس کاملا خشوع نماز یک سر گم است. زمین یگان یک سر کابل تخمش است. برآمدم از کیس است فلانی کلانتر و موی سفید، گفتم به می خالقت قسم دستم در جیبم کردم، مصرف یمی کته می آید شمی در او میتم خمیر ورداریم. گفت نه امکان نداره. گفتم ما برادر اگه همی پیسه است خب ما میتونم میره. گفت نه امکان نداره. بسیار می بود 50 داره 40 داره 30 داره. گفتم میتونم به خدا میتونم میره او سکنید نیجا نماز خونده میشه نه دیگه میشه. یک باغچگه چی نداره؟ مسجد نی؟ ملایما بوره تریاب کرد. الله رب العزه رحم کنه، الله رب العالمین رحم کنه. در این وطن نمیشه چی نمیشه؟ ظرفیت قبولیت نیست در داخل که قبول کنه. قرآن که میگه ما بیان دارم لقومی یذکرون، به قومی که ظرف گرفتن دارن جا میتن از الله قبول میکنه، ظرفش نداره چی کار کنیم؟ او را تخته کنیم خب پاره میشه سبته کاوری دیگه. پاره معنایش که کتی تو جنگ میکنه، کتی تو سنگر میگیره دیگه، هیچ ملا نبود میگه غیری تو دیگه، هیچ مردم نبود غیری تو. با فتوای عوام چیست یگان تایش؟ زمینی که تریاک میشه 70 سال از کلمه گفتن میمان. این فتوا هم از جان خودش. خب به هر صورت الله رب العالمین رحم کنه. باز اونو مناسب گفته جایز است، اونو گفته جایز است، اونو گفته جایز است. در کجا؟ در فتوای جون، در فتوای جون. یک نفر میگه اگه پزدم در یک ولایت دوردست، گفت در کجا دیدی؟ گفت خندم نکدم، گفتم در کتاب عدم عقیده. میگه چرا کشید قلم و کاغذ؟ گفتم کتاب تا نوشته بود. گفت نوشته کدم؟ گفتم که کتاب عدم العقیده. میگه نوشته کد کتاب عدم العقیده. الله رب العزه رحم کن. ده خلق و سرنک نونکی گی نونکی، نمیشه نمیشه نمیشه، ظرفیت قبول نیست نیست نیست. من سالیان سال گفته بودم که گرام نقره 644 گرام، از خودم نگفتم، حضرت شیخم گفت، محمد ادریس رحمت الله علیه. زنگ زدم از افغانستان گفت به همین موقف استاب است، اما تحقیق بزرگار انجام دادیم. علامه اشرف علی طهانوی عبدالحی لکنوی را تختیه کردن که خطا شده. تحقیق بزرگان 612 گرام است.
13 14 ساله فتوای خود اعلام کردم، گفتم 612 صحیح است. اینجا الله ظرف پذیرش داد، الله رب العالمین ظرف داد به قومی یذکرون، قومی که ظرفیت به قبولیتش داشته باشه، نداشته باشه به ملت سزلرنه قیسه تلگا بلدرهی. بگو این نبی فارسی خو آسان و ارزان است دیگه، میره قبول کو چی میکنی پشت گران میگن، در تو خود زبانی تو ارزان است، دمه گران. امیدوار است مطلب گرفته باشی. لهم دار السلام، سبحان الله، لهم دار السلام، و مؤمنان دار سلام است، عند ربهم دار سلام. چی معنا؟ یسلمون فیها من کل مکروه، یسلمون فیها من کل مکروه، سلامت نظر آن ناپسند که جنت است، و در عین حال دار السلام فهست، عند ربهم پیش ربشان است، و هو ولیهم علا ناصر ایشان است، مؤید ایشان است، بما كانوا يعملون، جزا در برابر اعمال صالح است. رفتن به جنت به رحمت الله است، اعمال صالح است سبب است، سبب با بای بما كانوا يعملون دی احتمال دارد، بای مقابله شو اشتریت الفرس بالقوس، بای مقابله شو معنایش چیست؟ عمل تو را جنت برده است، بای سببیت شو رحمت الله به سبب برده است. اینجا با برای سببیت است، نه برای مقابله، نه برای مقابله، وگرنه کتی حدیث صحیح مخالفت می آید. بار یاد بگی که شما ولی هم ما کانو یعملون به سبب اعمالشان، و یوم یحشرهم جمیعا، روزگاری که الله رب العزت وذکر یاد وذکر ایها الرسول تقدیر امیس، یاد که ای رسول گرامی، یوم روزی را که یحشرهم لا حشر میکنه، الثقلین من الانس والجن، امو انسان و جن یاد را، ثم یقول الله، بعد از آن الله می فرماید، یا معشر الجن، یقولو مقدر شد عزیز دلم، ادبانه پیش برو، قد اکثرتم من اضلال الانس، قد استکثرتم من الانس، معنا شما به کثرت گمراه کردین خیلی انسان ها را، از رای الله منع کردین انسان ها را. و قال اتباعهم من الانس، پیروانشان میگوید از انسان ها، مجیبین ربهم، که گویا ربشان جواب داده باشن. و قال اولیاؤهم من الانس، پیروانی کلان ها میگن از خردا که از کلان ها پیروی کرده ان، یا ربنا، ای رب ما، استمتع بعضنا ببعض، استمتع معنایش باب افتعال و استفعال و معنای تفاعل است، باب استفعال با معنای تفاعل است، تمتع کل منها بسمنا بصاحبه، ار کدام به صاحب خودش فایده گرفته است عزیز دلم. فالجنی تمتع بطاعت الانسی له، جنیات شیطان از طاعت انسان فایده گرفت، والانسی تمتع بنیل شهواته، دقیق معنا کو، انسان به خواهش و به آرمانش رسید، از او خاطر بعض از بعض مستفید شده، یک معنا پیدا شد. شیطان از انسان، انسان از شیطان، چه رقم مستفید میشن؟ معنا را انجام دادم. جنی امی طاعت انسان از شیطان بزرگترین سوی جن است، امو را میخواید. و در عین حال رسیدن انسان به شهوت از آدرس وسواس شیطان، امی خودش یک نوع استفاده است. از این خاطر گفت، بسیار باریک معناشت، و بلغنا اجلن الذی اجلت لنا، ما رسیدیم به اون مهلتی که ما به ما مهلت داده بودیم. بعد از آن می فرماید، قال النار مثواكم، قال الله النار مستقركم، جای باشتان جهنم است، خالدین فیها همیش همیش، الا ما شاء الله، مگر آنچه را الله می خواهد، من قدر مدت ما بین مبعثهم من قبورهم، ما شاء کجاست؟ آنکه از قبرهایشان می براین تا به جهنم می روند، این مدت مدت استثنایی هست. لج ما طرفت گورم با شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه رحمتن واسعتن، یک نسبت شده
در این نسبت بزرگان دیوبند نیز هم گفتند، از جمله شیخ محمد انور کشمیری رحمت الله علیه در عرف الشذی شرح ترمیزی او امیس گویا که گفته باشند ابن قیم ابن تیمیه جهنم کنواله میشه و ایران و دربدر میشه، کل کافر بخشیده میشه، همه راهی و رهسپار جنت میشوند. این تو معناست دلیل امیس الا ما شاء الله، دایی مثلا مگر الله بخواهد. اما این را معنا کردم که وقفه، وقفه ای که از حشر تا رفتن جهنم است امو استثناء است، یک توجیش امیس. اما جایزی در لابثین فیها احقابا، جایزی در اونجا است. لیکن اینقدر میگویم نسبت این قضیه به ابن تیمیه رحمت الله علیه یک اندازگک از بینش تحقیق بیرون شده اند، دیگه چیزی گفتن نمیتانم، چون شیوخ اکابر ما اند، شخصیت های مهم اند، باید هم شیخ انور یکان جای خطایی داشته باشند، در غیر از او معصوم میشود. شیخ محمد انور کشمیری بسیار با واسطه کم استاد من است، شاگرد حضرت مولانا عبیدالله پنشیری هم و شاگرد والدش مولانا محمد لقا، شاگرد کاکاش مولانا محمد هاشمی پنشیری هم. و این دو شخصیت مهم دو دوره والله علم حدیث دوره حدیث را نزد شیخ انور کشمیری خوانده اند. به سن 98 که رسیدن در دوران روزها همه ملت ها رفتن اینا به اتاقشان، سنگ را با خود گرفتن، روسا که به دروازه می پرتاب میکنن هر دو را به داخل اتاق به شهادت میرسانند. دیگه از این خاطر جناب شیخ محمد انور شاه کشمیری هم این نسبت داده، بینش تحقیق فوت شده، از آدرس خود ابن تیمیه اجماع امت در ابدی بودن جهنم نقل قول دارم از خودش. اما بعض موارد ابن قیم با او حرف دفاع کردن، ممکن ما سوائل گفته باشد، ولی ما قول اخیرش دریافتیم، نسبت نکو که با در آینده خطا می شوی عزیز دلم. امیدوار است مطلب گرفته باش. ما در عصر امروز از آدرس منبرها، از آدرس جریده ها، از آدرس منابع رسانه ها می دانیم که به ابن تیمیه با توهین گفتن این کافر بالله هست، چرا جهنم را میگه ابدی نیست؟ این تقول است، این از نظر علمی هیچ کسی را اجازه نیست قولی را به کسی نسبت دهد تا که تثبیت و تحقیق نکرده باشد. حتی یوسف قرضاوی هم در این باب به حق نرسیده است، در رسائلش گفته بله یافتم که ابن تیمیه همی تو گفته، اما جای اصلیش نیافته که او چی گفته. پس به این خاطر هر صدایی را در این باب شنیدی که ابن تیمیه گفته باشه که جهنم و ایران میشه ابدی نیست، دنیا را به کفر و شرک وسیله شده باش، این تقول است، تنقل المذهب عسیر جدا، از آدرس تصنیف خودش در لابثینه اجماع اهل سنت نقل میشه که ابدی است، از آدرس خود ابن تیمیه رحمت الله علیه. امیدوار هستم که قبل از این به این باور بودی، بعد از این نباش. نسبت قول و این عبارت نمی کنیم، سعیس نمی کنیم. من شخصیت پرست نیستم، من حق پرستم، تحقیق جز معظم زندگی من است. از این خاطر اشاره کرد این ربک حکیم علیم، الا با حکمت دانا است، و کذالک نولی بعض الظالمین. چی معنا؟ باز هم مشرب بهی را پیدا کن عزیز دلم، کما ولینا المردت من الجن، چنانچه که وظیفه دادیم سرکشان جن، و سلطناهم علی بعض الناس، مسلط کرده این بالای بعضی مردم، لیضلوهم تا گمراه کنم، نولی کل ظالم ظالما، هر ظالمی را برای ظالم مسلط کرده ایم، بعض الظالمین بعضا، بعض ظالمین بالای بعض، بما کانو یکسبون، در برابر گناه خودشان، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست، لج ما طرف تا گوره، خبر بدرت آسانش، شاگرد عزیزم، نور چشمم،
مردمه که چشمم میدانم ترا، ولی شرط دارم که فکر بنده را منتقل کن، انصاف بنده را منتقل کن، اخلاص بنده را به دیگران ببر. در غیر آن هیچ شاگرد من شدن نمیتوانید عزیز دلم. شاگرد عزیزم عملا با ما باش، عقیدتا مفکورتا. سری این آیت من برات ادبیاتش اشاره کردم، مشبه بهی معلوم شد، مانند مسلط بودن شیطان بالای قسمت از انسانهای روی زمین مسلطن، ظالم بالای ظالم مسلطن. چرا؟ این شرک لظلم عظیم. کافر مشرک ظالم است که شیطان برش مسلط است. عین شکل به شکل قاعده در میان فرق مسلمانان یکی از جزایشان امیست که ظالم بر ظالم مسلط باش، یکی از جزایشان امیست که ظالم بر ظالم چی باشد؟ مسلط باش. در این راستا اندک متوجه باش. امام قرطبی رحمت الله علیه می فرماید هذا تهدید للظالمی. این آیت در حقیقت نکوهش و تهدید و ترساندن ظالم است. اِلَّمْ يَمْتَنِ عَنْ ظُلْمِهِ، اگر از ظلمت دست بردار نمی شوی. سلط الله علیه ظالما آخر، بل تو ظالم دیگر مسلط می کنه. و در این آیت میگه داخل است جمیع من یظلم نفسه او یظلم الرعی او التاجر یظلم الناس فی تجارته او السارق و غیرهم. کل ملت ها داخلا. چی معنا؟ خودت ظلم کرده ای مسلط سر ظالم، رعیت ظلم کرده ای بالای تو ظالم مسلط، تاجر صاحب در تجارت ظلم کرده ای بر تو ظالم دیگر مسلط. ارگاه که تو بر علی ملت ها ظلم کردی، نظامی می آید که مالیه 30,000 تو را به 2,00,000 می رساند، تو با ظلم شروع می کنی، 2,00,000 به 3,00,000 می ره، تو با ظلم شروع می کنی به 4,00,000 می ره. از ما به خوبان کاری نیست. فرمول قرآن کریم است عزیز دلم، ولی با تأسف، با هزاران تأسف جناب امام قرطبی خوی گپ آورده، مگر از فضیل ابن عیاض حرف دیگری دارد. اذا رأیت ظالما ینتقم من ظالمین، زمان دیدی که ظالم از ظالم انتقام میگیرد، با چی بکو اونجا؟ وظیفه تو چیست؟ می فرماید که فقف و انظر فیه متعجبا، استاد چو با تعجب بنگر چی قدرت اللهی است، چی اللهی زیبای است. اللهم سلط الظالمین بالظالمین علی الظالمین. باز میگه فبما کسبت ایدی الناس، ارچی با من تو میای از کسب ماست. ظهر الفساد فی البر والبحر، این هم از آنچه دست ما انجام داده است. آیت دلالت میکنه، تفسیر امام رازی میفرماید رعیت که ظالم شد، رئیس جمهورش هم لازم ظالم میشود. از ماست که بر ماست. جناب سعدی میفرماید اینجا قدرت الله نشان میدهد، با ما نشان میدهد. چی را نشان میدهد عزیز دلم؟ هر کسی گناه میکنه، آثار گناه زعیم سیاسی اوست. و ما ربک بظلام للعبید، الله رب العزت ظالم به بنده ها نیست. بنده که ظلم و فسادش بیشتر شد، حقوق واجبه را ادا نکرد، ظالم به سرشان می آید، عذاب می دهد، مالشان به ظلم می گیره، چند چندی که منع کرده بودن چند چندی از او می گیرن. دیروز گفتم یک عبارت در دنیاست، لی وقفاتون. اینجا چند تا ایستگاه اعلامی جهانی است، اما با عنوان پرسش و سوال، پرسش از من، جواب از شما، ولی جواب ما به آواز گرمت میشنوم غفلت گم شوم. آیا شرک اکبر در دریا و صحرا، در فضا،
به صورت علنی در بلاد مسلمین هست یا نیست؟ هست. به گرمی بگو هست. در کشتی میرن، در موتر میرن، در فضا میرن، در بلاد مسلمان میرن، کاملا افراد پلید با شرک اکبر هست نیست؟ هست. پس برمیگردم که ذالک اینمی رقم الله رب العزه می فرماید که نولی بعض الظالمین بعضا، حتما ما ظلم کرده ایم که این ظالمان بزرگ در فضا وطن ما حاکم شده اند، خصوصا در دو دهه اخیر. دومین سوال، آیا بدعات در محاکم مردم، در میان اجتماعات مردم به صورت آزاد با عنوان قول فیصل حکومت دارد یا خیر؟ صدایت میشنوم. بلکه ظالم هستیم، ولی ظالمین بعدهم بعدا، نولی بعد الظالمین بعدا، از ماست که بر ماست وقفات است. سؤالیه را شما جواب میتین، آیا بسا مردم نماز زکات را که بالاترین ستون فقرات دین ماست به یک افغانی فروختن یا خیر؟ صدایت میشنوم. از ماست که بر ماست، تسلط ظالم از خود ماست که بر ماست. این پرسش من عالمی است، کنفرانس عالمی میخواهد، ویدیو کنفرانس میخواهد، به صورت لایف و زنده جواب از خود ما میطلبد، ولی دقیق به آیت ارتباط دادن در کار است. چهار، آیا مسلمانان در برابر پدر و مادر دقیقا در حقوق والدین افتیدن و قطع صله رحمی کرده ان یا نکرده ان؟ صدایت میشنوم. پنج شنبه مادر عزیز را پنج دوره، پدر را شش دوره ضرب و شتم میکند، و دقیقا که نافرمانی والدین در جهان امروز بازار گرم خود دارد، اولاد سر پدر و مادر جمع پرم نمیگیرد. بگو این اولاد در فهرست ظالمان هستند نیستند؟ هستند. اینجاست که از ماست بر ماست. پنجم عزیز دلم، آیا ربا و سود در جهان اسلام به صورت علنی شایع همگیر و فراگیر، غبار و چنگ و دودش به جیب مولانا هم می رود یا خیر؟ صدایت می شنوم. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، از ماست که بر ماست. سبحان الله، چی یک نظام است به خدا. ولی قرآن چی میگه؟ کسی که با این کار میره در برابر جنگ الله بوده باشه. آیا در استفاده مواد نشعاور در مسئله غش، نیرنگ و جل در معاملات به صورت بازار گرم در میان ما رایج هست نیست؟ ظالم هستن نیستن؟ ظالم بر ظالم مسلط شدن صنعت و کار الله است. چند تا شد؟ شش. هفتمینش عزیز دلم، آیا افغانستانی بیچاره را به اساس تمدن فساد دومین کشور فاسد دنیا گفتن یا اول؟ دومین. اولش چی بوده؟ نمیفهم. خلاصه به اساس داد و ستود رشوه دوم نمبر کشور ظالم در افغانستان کی را گفتن؟ مسلمانای اچی در دنیا، افغانستان ده. آیا رشوت فساد ظلم نیست؟ و کذالک نولی بعض الظالمین بعدا، از ماست که بر ماست. سؤال هشتم، آیا ملت ها در باب حجاب، در باب تبرج جاهلیت، در باب حجاب و تبرج جاهلیت به لباس مانند مردان برهنه در دنیا در اجتماع با افتخار هستن نیستن؟ و اینا ظالمین هستن نیستن؟ تسلط ظالم بر ظالم از ماست که بر ماست. نهم، آیا زنا و کثرت وسایل خبیثه زنا در جامعه امروزی
هزاران سهولت در زمین سازی این فساد به اساس ایجاد ظلم سرازیر می شود. یا خیر از ماست که بر ماست. یازدهم عزیز دلم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. الله نظام تغییر نمیدهد تا ملت تغییر نکرده باشن. بیا به سطح بحث تسلط ظالم، عزیز دلم در حبس باران متوجه باش. باران که انسان در فریاد جا خشکسالی است، فریاد ملت بلند میشه. وقتی که زکات از جامعه برداشته شد، مسکین محروم قرار گرفت، اینجاست که به لسان حال میگویند یا الله تو باران دادی، زمین حاصل دادی، پیسه دادی، این مردم خو حق ما را نمیدهد، جمع کو باران و پیسه تا چسته عبرتا. اینجاست که از ماست بر ماست، ظالم بر ظالم مسلط میشود. حکمت الله در اینجا چیست عزیز دلم؟ مردم از ایمان فرار میکنن. الله میگه نعمت ما جمع میکنم، در بردن مال سودخور تسلیت کسی را میاره که او را آدم ربایی کنه، $1,000,000 یک جای بگیره. از ماست که بر ماست، دشمن به بنده ها مسلط شده، امروز به قوت و عزت ما حمله میکنن. از ماست بر ماست. این استقامتم، اگر مستقیم بودین استقامت ملوککم، راست بودین رئیس جمهوری راست، یک وجب بیرون شدین، اونموت و مکار و خدا در خدمت شماست. قرن اول صحابه کرام ملتای راست بودن، ابوبکر و عمر عثمان داشتن. ما ملتایی که از جاده ها منحریف شدیم، ما کارمل و حفیظ الله و امثال آن داریم. از اینجاست که از ماست بر ماست. و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا، در ادامه ببین بما کانو یکسبون، در تکوین کار الله، در تشریع بما کانو یکسبون. این سیاست قرآن، این راز قرآن، این رمز قرآن، این تطابقش به هر دور و تاریخ از زمان، این زدن شاخ کبر و ظلم به آیات قرآن و این فرار مردم از رحمت قرآن، از ماست بر ماست. یا معشر الجن والانس، الله رب العزه در اینجا ایتو یک تقدیر است. و یقول لهم یوم القیامه، یقول لهم یوم القیامه، الله روز قیامت میگه